با عرض سلام خدمت دوستان عزیز، با ادامه آموزش پایتون در خدمتتون هستم. دوستان، این جلسه میخوام در رابطه با فانکشن ها صحبت کنیم، در رابطه با یه ویژگی خاص فانکشن ها که شما میتونید از فانکشن ها به صورت آبجکت هم استفاده کنید. بچه‌ها، خب یه چند تا مثال با هم میزنیم. من یه فانکشن تعریف میکنم به نام مثلا مولد بای 2، که این فانکشن یه دونه عدد به عنوان ورودی میگیره، بعد عدد رو ضرب در 2 میکنه، برای من برمیگردونه. یه چیز خیلی ساده، نام ستاره 2. خب شما بچه ها میتونید فانکشن رو بدید به یه متغیر. مثلا یه متغیر تعریف میکنم تایمز 2، میتونید فانکشن رو بهش بدید. این فانکشن رو میتونید به عنوان در حقیقت معرفی کنید به عنوان یه متغیر، و بعد میتونید متغیر رو فراخونی کنید. بچه ها پرینت مثلا میگم 4، مثلا 4 ستاره 2 مساویس با چی؟ مثلا میگم مساویس با تایمز 2. به عنوان ورودی مثلا بهش چی رو میدم؟ 4 رو میدم. ببینید بچه اینو بذار من بیارمش این ور. نه اینجا خوب نیست. رایت لفت خیلی اوکیشت. 4 ضرب در 2 8. یعنی من میتونم یه فانکشن رو بدم به یه متغیر، از دفعه بعد اون متغیره رو بگم بیاد. خب بچه ما میتونیم فانکشن رو به عنوان ورودی بدیم به یه متغیر، به یه فانکشن دیگه. من یه فانکشن تعریف میکنم به اسم دو مت، که تو ورودیش فانکشن میگیره، یه عدد هم میگیره. خب ریترن میکنه چی بچه ها؟ همون ریترن میکنه اون فانکشنه. خب ورودش همون عدده. ببینیم مثالشو. مثلا پرینت 8 ضرب در 2 رو میخوام برم حساب کنه برام. خب میگم دومت رو برای من فراخونی کن، به عنوان ورودیش اینو بهم بده. خب این فانکشن رو به عنوان ورودی بهش بده، عدد 8 هم به عنوان این عدد بهش بده. این 8 رو میاری میذاره داخل این فانکشن که این فانکشن است، برای من حساب میکنه. بذار من اینو بردارم فعلا. خب ران کنیم اینو. 8 ضرب در 2 16. پس بچه شما میتونید فانکشن رو به عنوان ورودی به یه فانکشن دیگه هم بدید، هیچ مشکلی نداره. بریم سراغ مثال بعدی. یه فانکشن بچه ها میتونه فانکشن هم ریترن کنه. ببینیم مثالشو. من یه فانکشن تعریف میکنم. خب اینا رو دیگه بذار اینو پاک کنم که دیگه نیاد با چیزی. اسمشو میذارم get func mul by num. ورودش یه عدد میگیره. خب تو مثال قبلی بچه‌ها من میگفتم هر عددی رو ضرب در 2 برمیگردونیم. میخوام یه فانکشن بنویسم که شما مشخص میکنید چه عددی ضرب در چه عددی بشه. دو سرش هم مشخص میکنید. بعد میگم یه فانکشن دیگه این تو تعریف میکنم. مولد بای. یه ولیو بهش میدم. به عنوان ورودی. و در آخر میگم برای من ریترن کن نام ستاره ولیو. مثلا میگم من میخوام 2 ضرب در 5 رو به من برگردونی. خب این همچی چیزی. و میگم ریترن کن بر من. چی رو ریترن کن بچه ها؟ فانکشن رو ریترن کن. اوکی؟ بریم ببینیم اینجا رو. من یه دونه متغیر تعریف میکنم به نام مثلا generated func. مساوی میزنم با این گته، به عنوان ورودیش 5 میدم. بچه این چی الان به من برمیگردونه؟ این به من یه دونه فانکشن برمیگردونه که هر عدد یا ضرب در 5 جوابش به من میده. یعنی خروجی این چیه؟ این خروجیش چیه الان؟ بیامش بالا. خروجیش یه دونه فانکشنه که یه دونه عدد 5 گذاشتم اینجا. اون بالا ضرب در 2 رو میداد، این ضرب در 5 رو میده. حالا اگه من این پایین بنویسم پرینت کن 5 ضرب در 8 مساوی فلان، میگم جنریتد رو فراخونی کن، به عنوان ورودی چند بده بچه ها؟ 8 رو بده. میره 8 رو میده به این فانکشن. این فانکشن هم چی بود؟ مولد بای 5 بود. میشه 8 ضرب در 5. ببینید
پنج، هشت و چلتا. اوکی بریم سراغ مثال بعدی. خب بریم سراغ مثال آخر این قسمت بچه ها. میتونیم بچه ها ما یه آرایه ای از فانکشن ها تعریف بکنیم. مثلا من میگم که list of funks مساوی با times 2. یه فانکشن تعریف کرده بودم times 2 بچه ها، فکر کنم پاکش کردم. آره خب اشکال نداره، بذار اینو می‌نویسم. پاکش که نکردم، این متغیر بود که پاکش کردم. حالا بذار من اینجا اسم اینو می‌نویسم. بذار یه کار می‌کنم، می‌نویسم times of 2 مساوی با مولد بای 2. حالا میتونم از این استفاده کنم. خب times of 2 و مثلا generated function. یعنی من میتونم یک آرایه ای از فانکشن ها داشته باشم بچه. حالا میتونم فراخونی کنم چجوری؟ ببینید بچه، مثلا print میگم مثلا 5 ستاره 9 مساوی با list of function مثلا عنصر دومش اندیس میدم، این صفر این یکه. من میگم برای یکمی ورودی رو هم بده مثلا 9. ببینید بچه چه جوری میشه، 5.45. یعنی شما میتونید فانکشن ها رو در قالب عناصر یک آرایه هم تعریف کنید. خب ببینید چند تا مسئله حل کنیم بچه ها با هم دیگه. مسئله اولی که میخوام حل کنم بچه ها، من میخوام یه فانکشن داشته باشم اعداد تشخیص بده، یه عدد فرد یا زوجه. بعد یه فانکشن دیگه داشته باشم که تو ورودیش دو تا چیز داره. یه فانکشن ورودی میگیره یه لیست از عددا، اون لیست عددا رو میده به اون فانکشنی که ورودی گرفته، چک میکنه هر کدوم که مثلا فرد یا زوج باشن رو به من نمایش بده، همچین چیزی. خب بریم شروع کنیم نوشتنش بچه ها. اینو من پاک میکنم اینا رو. خب اول یه فانکشن باید مشخص بکنم که مشخص بکنه این عدد از فرد هست مثلا یا نه. ورودیش یه عدد میگیره، خب چک میکنه if اگر تقسیم بر دوش مساوی صفر بود، خب ریترن میکنه فالس، یعنی عدد فرد نیست. در غیر این صورت ریترن میکنه ترو. همین سادگی. خب این از حالا یه فانکشن دیگه مینویسم change لیست میذارم اسمش. خب که دو تا ورودی داره، یه لیستی از اعداد رو میگیره به عنوان ورودی و یه دونه فانکشن، همون فانکشنی که من بالا نوشتم. این لیست اعداد رو من قراره بدم به این فانکشن چک کنه ببینه فرد هستن یا نه. اگه فرد بودن تو این لیست فردا اضافهش میکنه بچه ها، دونه دونه اضافه میکنه. بس یه حلقه مینویسم یا for in list دونه دونه برای پارامتر داخل لیست چک کن. یه اسپیس اینجا زیاد زدم. چک کن. چجوری چک کن؟ if بچه ها func i اگر ترو باشه، یعنی اگه خروجی این ترو باشه، خب که این فانکشن است نشون میده که این عدد فرده. اگه فالس باشه فرد نیست. اگه ترو بود چیکار کن؟ اود لیست رو فراخونی کن، append کن آیو. اگرم که else این دقیقا جواب این فالس باشه هیچ کاری انجام نمیداد. در آخرم میگم که return کن اود لیست رو. حالا میام استفاده کنم ازش. یه لیست تعریف میکنم اول با رنج بچه. رنج مثلا 1 تا 10. میخوام اعداد فردی 1 تا 10 رو به دست بیارم. پرینت. خب چنج لیست رو فراخونی میکنم. دو تا پارامتر ورودی داشت، یه دونه اولش لیست بود، دومشون فانکشنه بود. اسم فانکشنمون چی بود بچه ها؟ is it odd. این هم دیگه نمیخواد، پرانتزش رو نمیخواد. خب الان چه اتفاق میفته بچه ها؟ این لیست رو میده به این فانکشنه. خب میده به این فانکشنه، این بعد میگه که برای تک تک مقادیر داخل این لیست این فانکشن رو فراخونی کن. این عدد رو دونه دونه چک میکنه، اگه فرد باشه ترو برمیگردونه، در نتیجه اون عدد اضافه میشه به لیست. اگر هم فرد نباشه که چه اتفاقی نمیفته.
در آخر هم لیستمون که تکمیل شد دقیقا جنریت میکنه. بریم ببینیم خروجی چی میشه بچه ها. میگه یه جا اشتباه نوشتم بچه ها. کجا اشتباه نوشتم؟ خب این که درسته. آه یه پرانتز اینجا کم گذاشتم. خیلی اوکی داشت. 1 3 5 7 9 عدد فرد رو به من برگردوند بچه. اوکی اینجوری شما میتونید یه فانکشن رو پاس بدید داخل یه فانکشن دیگه. خب بریم بچه یه شکل دیگه از فانکشن رو ببینیم. اینم باز مثال خوبیه. یه فانکشن تعریف میکنم به نام random func. همینجوری یه ورودی name داره از نوع str این string. یه دونه ورودی age داره از نوع integer. یه دونه weight داره یعنی وزن از نوع float. خب بعد خروجیش هم یه دونه string. خب میام پایین. یه لحظه چه خطایی داره میده. آه یه چیز جا انداختم بچه. ما وقتی میخوایم مشخص بکنیم یه فانکشن خروجی داره بعد این کارو بکنیم آخرش بچه، اینو باید بذاریم. یعنی من هم ورودی ها رو مشخص کردم هم خروجی ها. قبل از این کارو نمیکردیم. من میخوام بگم یه مثال جدید میخوام براتون بزنم. دارم فانکشنی تعریف میکنم که هم نوع ورودی هاشو مشخص دارم میکنم، خب هم نوع خروجی شو. خب بریم سراغ فانکشن بچه ها. فانکشن کار خاصی نمیکنه بچه، یه چند تا چیزو داره قرار پرینت کنه برام. خب میبینیم پرینت name دو نقطه name. خب اون نیمی که ورودی میگیره رو پرینت میکنه. پرینت age دو نقطه age. بعد یه پرینت دیگه داشته باشیم پرینت وزنش بر وزن با weight. و یه جمله کلی هم ریترن بکنه بچه ها. ریترن کنه چی رو؟ یه دونه استرینگ رو من ریترن کنی با این مضمون. میگم is میگه اول نیمه بعد is years. مثلا حامد is 90 years old and weight وزنش. خب میخوام چیزی رو برای من ریترن بکنه. فرمت داخل فرمت هم اینو دور مشخص میکنم. اولی نیمه، دومی ایج، سومی ویته. بذارید من ببرم خط دوم بچه ها که ببینید. اوکی همچی چیزی میشه بچه. و بریم پایین. حالا میسنم پرینت رندوم فانکشن رو فراخونی میکنم. دونه دونه ورودی هاشو میدم. حامد 41 165 و نیم. الان چه اتفاق میفته بچه ها؟ اتفاقی که میفته اینه که اول این پرینت ها چاپ میشن چون این فانکشن رو فراخونی کردم. بعد این جمله رو میسازه برمیگردونه میده به این پرینت. این پرینت همون رو چاپ میکنه. ببینید بچه ها اول اونا رو چاپ کرد بعد اون جمله رو جنریت کرد ریتین کرد داد به پرینتمون. پرینتمون اونو چاپش کرد. بسیار عالی بچه. یه چیز آخرم ببینیم و دیگه بریم. یه چیزی داریم به نام بچه ها انوتیشن. ببینید بچه ها بذارید چاپش کنم ببینید بعد دیگه بریم. شما میخواید random function پرانتز نمیخواد داد دو تا اندرلاین annotations. ببینید چی به من میده بچه. به عنوان خروجی name ورودیش رو مشخص میکنه بچه. نیا کن ورودی ها رو به من میده. میبینید پس annotation این کار میکنه. اوکی خیلی هم عالی بچه. بریم بیام اشاره ادامهش بشه ترس آینده. فعلا خدافظ.